حقوق بشر یکی از بنیادین حقوق بشری در افغانستان و جهان هرچند این این حقوق پس از اعلامیه حقوق بشر در تمامی قوانین اساسی جهان تسجیل شده و یا در سرخط قوانین اساسی جهان است و یکی از شعارهای بلند تحفظ آزادی های شهروندی است اما متاسفانه میزان نقض این ارزش نه تنها در افغانستان در دیگر کشورها هم به شکل از اشکال همچنان بلند است هرچند تلاش های صورت می از،, از،, طرف جوامع بین المللی از طرف نهادهای مستقل حقوق بشری تا حداقل آگاهی های بشری در ابعاد مختلف بلند ببره تا در واقع این نقض که یکی از مشکلات جدی خصوصا در جوامع عقب مانده است پایین به اما متاسفانه بلند است افغانستان هم یکی از کشورهای در حال جنگ بگویم یا پس از جنگ بگویم است که در واقع مشکلات حقوق بشری را همچنان داره انتحار انفجار قربانی میگیره با گذشته روز از ما خشونت علی زنان خشونت علی اطفال در واقع نگرانی های دیگری است که زبان زد مردم است به خاطر بحث بیشتر روی این مسئله دکتر رفیولا بیدار سخنگوی کمیسیون حقوق بشر احمد سیدی آقای مسائل سیاسی را دعوت کردیم تا به پرسش ما پاسخ بگوید بسیار خوش آمدید آقای بیدار نخستین پرسش را چونی آغاز میکنیم وضعیت حقوق بشری در افغانستان قناعت بخش است یا تکان دهنده هر شان نیست پیشرفت دوازده ساله حقوق بشر صورت گرفته در برخی استقامت ها فرزن آگاهی بیشتر شده حقوق بشر با یک گفتمان ملی تبدیل شده در اجنده ملی حکومت هر قسم حکومتی که در آینده باید به این مسئله بپردازه و حداقل او جنگی که در گذشته دو سال قبل موجود بوده و سوی تابیری که گویا حقوق بشر سبقی افغانی و سبقی اسلامی ضعیف است فعلا راجع به سوی ها میشد گفت ولی آه. در مجموعی تقابل اما در مجموع در افغانستان شما چقدر از حفظ این ارزش و از تامین این ارزش سخن میگین و چقدر از نقض نگران هستین از نقض در عباد مختلف اول راجع به می کامیابی های و لیست قرضداری و ناکامی ها خیلی طویل است آزادی بیان پیشرفت کرده هیچ کس این کار کنه یک از احقا... یک از ابزارهایی است که حقوق بشر میتونه ایجاد بکنه بله بله اساسی ترین حق است و حق تعلیم پیشرفت کرده هیچ کس این کار کردن نمیتونه حق صحت بهبود یافته و در مجموع اعمال شکنجه اگر در گذشته به طور سیستماتیک بوده در این جوان جا در هر جای موجود بوده فعلا ما نمیگیم که به طور سیستماتیک موجود است ولی میگیم که در این جوانجا فرزند در سال گذشته آمار کمیسیون نشان میده که 118 مورد, مورد شکنجه ای در توسط نیروهای خود ما از بیرونیا ها فیلن صحبت نمیکنیم ولی زمانی که راجع به 12 سال صحبت میکنیم 50 زندان شخصی اگر مسدود شده اگر نظارت های مستمر از محالات سلب آزادی 16 هزار تقریبا دفع نظارت صورت گرفته اگر تقریبا سی هزار شکایت و نقض حقوق بشری زنان ثبت شده و رسیدگی به او صورت گرفته اگر این قسم در حدود نزدیک به ۳ هزار شکایات در مجموع حقوق بشری از بله این دستاوردهایی که در واقع است بعد از سال ما شاهدش هستیم اما فراموش نکنیم که شکنجه علی اطفال شکنجه علی زنان خشونت علی زنان بله وجود داره اطفال زیر سن با, با وضعیت بسیار مشقت آمیز کار میکنن از دیگر مسائل اگر روی مستاقای صحبت بکنیم شاید مستاقای زیاد داشته باشه هم کارهایی صورت گرفته هم کارهایی صورت نگرفته با شما برمیگردیم وضعیت حقوق بشر عین پرسش که از جناب دکتر مطرح کردم در افغانستان چقدر شما قناعت بخش و چقدر تکان دهنده خدمت شما و جناب دکتر سمیدن داشت مسلم عرض ادب دارم من میتونم فقط بسیار به شکل غیر حقیقی و واقع بینانه بگم که بسیار خیر خیریت است همه کارها شده امنیت است ولی اصولا وجدان آدم اجازه نمتینه که حقایقی که وجود داره از تفره بره اول من اجازه بیتین که یک مفصل تر گفزنم بفرمایید شما میدانین که از اعلامیه حقوق بشر که در سال 1948 بعد از جنگ دوم جهانی تبدیل تصویب شد سال 66 سال می‌گذرد و شما میدونید از جمله 56 کشوری که به جهت تسبیب در فرانسه حضور داشتند افغانستان هم کشوری بود که مور تایید گذاشت البته ۸ کشوری که مانند روسیه و سعودی و آفریقای جنوبی یک تعداد مخالفت کردند افغانستان خود متحد, متحد دانست دانست اما بعدا که در 1966 و 1976 تغییرات در لایه حقوق بشر آمد و در 1948 که سی ماده فیصله شد این حال من ای را علاویه نمگم از نگاه ارزش ها و معیارها ها حال علاویه حقوق بشر به یک پیمانی بین ملی تبدیل شد به یک پیمانی بین ملی این حال میم سرزی اول در افغانستان اول در دنیا امریکا که خود سردمدار حقوق بشر در دنیا اعلان میکنه بزرگترین ناقض حقوق بشر چرا است به خاطر شما محبوسین دی روزهای آخر دیدین که بله چی میکرد؟ همی انگلیس همی <تصفح> کشارهای قدرتمند بخو... یک تاید کشارهای اسلامی بزرگترین ناقضین حقوق بشر است خب در یه... افغانستان, افغانستان 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 حقوق بشر یک تبلیغ شهری است م. یعنی مردمایی که در شهر هستند، در بازار هستند، در شهر نو هستن وزیر اکبرخان هستند و سال یک دفعه یک محفلی در لسه امانی میگیرن یک دو سه مقاله میخوانن و بشنویدن که خانم سینما س... سیما سمر دکتر سیما سمر رئیس حقوق بشر است و دکتر سبش آقای کرزه هم یک بیانیه میترن اما در اطراف سمبولیک میدانین فقط در سطح شهرها ببینید در اطراف اگر شما پرسان کنین که جامعه مدنی و حقوق بشر چی است در اطراف تمام مردم جامعه مدنی و حقوق بش... بشر بش... خدای ناخواسته یک پارسل شده از کشورهای غربی به خلاف ارزش های دینی میدانن حالا همین نقطه حتی خلاف ارزش های دینی میدانن میگن که یک پارسل شده از کشورهای غربی مده ما براتون میگم که با موجودیت حقوق بشر تا 13 سال در این حاکمیت تجاوزات جنسی نسبت به دوره حکومت داوود خان نسبت به دوره حکومت خلقی پرچمی بیشتر چند زیادتر شد آن هم بر اطفال زیادتر شده تجاوز زیادتر شده ما یک چیزی رو که میخوام امشا بسیار سریع ان پرسون کنم من بشنویدم که یک جناب دکتر سر سمر و همکارانشون یک لستی را به نام عدالت انتقالی جور کردند باز بین اوزونا و آقای کرزی یک معامله شده بله. آقای کرزی گفته من شما رو برطرف نم کنم شما پشت ام لیست نگردین این سر... سر... بحث مهم که برمیگردیم اما من از دکتر سر پرسان کنم آه. شما نه من پرسان میکنم که این لیست عدالت انتقالی کجا شد چند نفر در این لیست هست چرا این افشا نمی کنین کجا قبل از اینکه این لیست مطرح بکنیم او هم جزء از بحث ماست اینا می مطرح بکنیم که حقوق بشر یک حرکت نمادین و سمبولیک است که در سطح شهرهای کابل مطرح نه اطراف چقدر شما موافق هستین با حرف آقای سیدی ارزیابی هایی که و سروی که در سال گذشته در سرتاسر سر افغانستان صورت گرفته 50 فیصد افراد عادی اجتماع م. که به شکل تصادفی انتخاب شده تعریف درستی از حقوق بشر کردند اما آقای سعیدی میگه که سطح شهر نه و وزیر خان دور ممید. دور نیست ممید. فقط در سطح شهر است این تاریخ این سروی حقیقی هستن که به اسلوب علوم اجتماعی صورت گرفته تحقیقات علوم اجتماعی 59 فیصد تقریبا 60 فیصد بگیریم 60 فیصد از کمیسیون حقوق بشر تعبیر درست و از داشتن این نشان میده که آگاهی نسبتا درست در تمام افغانستان در شهرانی ما بعد از 12 سال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که سیدی سر پای ما هم پای بردیم که بیشتری نه راجع به آگاهی های حقوق بشر در شهرهای بزرگ کار صورت نمیگیره باید در و این کارا میکنیم یعنی مكتب... شما مخالف این هستین که از سطح شهر نو به دور بس حقوق بشر نرسیده به اطراف ها در سطح کابل و موتور در دیگر شهرها باید گسترش داده شود و ما دادیم ما تجربیات خود ما 12 سال در کمیسیون حقوق بشر کار میکنیم همیشه در ساحات دوردست کار کردیم نکته دیگر هم یاد کردن با پوزش نکته دیگری بود که بدترین خشونت ها در 13 سال ایمال شده پیش از او تا این حد خشونت نبود تجاوز بر اطفال بر کودکان بر کودکای دو سال و سه سال و, و گروپی و غیر گروپی این آمار 13 سال بلندترین آمار تا گذشته نشان میده پاسخ شما چیست معلومات دقیق ما طوری هستند که این آمار حالا زیاد اه. بوده 13 سال پیش مال میگیم براتون معلومات دقیق ما نشان می و ما باور داریم و با این باور هستیم که خشونت علیه زنان و اطفال اشکال خشن که فعلا زیاد هستند در طول تاریخ در افغانستان از این کده بیشتر بوده و از این کده اشکال خشن تر داشت مثلا در دا کجا بوده در تمام افغانستان اما بوده. امروز خو اینا هم ای ما علت من... میگیم اما ما هیچ زمان نشدیم که برای کودک دو ساله تجاوز... نشنی دیم. نشنی دیم. ده 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 ما هم نشنیدیم به خاطر چی که بس بخاطر... رسانه را میگن که رسانه وجود نداشته بله رسانه موجود نبودن اداراتی موجود نبودن که چنین شکایات ها درد میشدن ما راجع به افزایش خشونت زمانی که صحبت میکنیم آمار اطفال... را که شما دارین در گذشته 13 سال پیش را نشان میده خب اگر در رسانه نبود حداقل شما خامارش بله. دارین بله حجم مجموعی خشونت علیه زنان و اطفال هیچگاه زیاد نشده بلکه بخش راجستر از آن بیشتر شده راجب این بیشتر این مانادار بیشتر شده یعنی از... شما فکر میکنید طی 13 سال پایین آمده یا آمد؟ بله آقای دیدگاه شما بله بل. بل. بلکه بخش راجستر افشا کردنش رسایی کردنش به اصطلاح آگاهی دادن نمودنش بلند, 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 بلند رفته شما چقدر موافق هستین الام... فکر میکنید که خشونت بلند رفته میزانش یا پایین اعلامیه جهانی حقوق بشر حقوق اقتصادی، حقوق سیاسی، سی، حقوق اجتماعی، مسئولیت، آزادی و همه چیزها را در بر میگیره. از زمان حکومت ظاهرشاه تا حالا یعنی تا 66 سالی که اعلامیه حقوق بشر امضا شده و من حیث سند بین المللی قبول شده افغانستان موری تایید مانده هیچ سالی در افغانستان تا یک سال بالای سی هزار چل هزار نفر کشته نشده تای سالهای اخیر دو دوست سال اخیر میگم هیچ سالی در افغانستان از 30 40 هزار نفر کمتر به قتل نرسیده تای هیچ سالی هیچ سالی سالهای گذشته تجاوزات جنسی به اطفال بالای 50 و 60 تا 100 نرسیده تای این سالها مگر بیدار میگن که رسیده ب... حالا در... کاهش پیدا کرده نامشه بگیرن کدام سالها حالا اینا میگن که به ای حد نیست آنچه که راجع به تلفات ملکی صحبت میکنه نه نه در رابطه با تجاوز جنگی هستن که در رابطه با تجاوز در رابطه با تجاوز در رابطه با تجاوز تجاوزات همیشه موجود بوده تجاوزات اما این شما میگید که آمار پایین شده آقای سیدی میگه آمار بلند شده بخش ما میگیم بخش راجسترش بیشتر شده سبت بیشتر میشه رسوا میشه رسیدگی صورت میگه ارگان های عدلی و قضایی مکلفت خود ایساز میکنه دزگیری ها صورت میگیرد بالاخره فالت های امی آگایی ها امی... یک پرسش دیگه. روزانه جنگ ناخواسته در افغانستان چند نفر قربانی میگیره و کمیسیون حقوق و بشر فقط میگن که ما متاسف هستیم و این حمل نکوش میکنیم مگر رای علمی است ما امی کلمه متاسف و تاسف هم ده در همیشه موجود یعنی نیست ارزی که تمام اعلامی ها را من شخصا نوشتم میکنم همیشه عملکرد ها را شما گفتین که عملکرد ضد بشری است نکوهش میکنیم و امیدوار هستیم که از ما قربانی نگیره و امیدوار هستیم که در حقیقت ما روز و از کلمه امیدوار هم استفاده نمی کنیم ما چی میگیم عملی که صورت گرفته ضد موازین اسلامی هم هستن ضد موازین بشر اگر معطوف به جنگ باشه و تلفات ملکی باشه علی بر ضد قوانین بشر دوستانه بر ملی هم مثلا شما به یاد داشته باشین زمانی که مخالفین دولت هم کشتار میکنن و مجبور مکلف هستن و اگر میگن که ما دولت نیستیم قانون اساسی شما را برسم نمیشن ولی یک پارتی متعارب هستیم که علیه دولت مرکزی می جنگیم. در قوانین و قوانین جنگ که مصما به قوانین جنگ هستند و در کنوانسیون جنیوا ماده موجود هستند و در تمام اسناد بین در ارتباط جنگ و حقوق بشر دوستانه یک ماده موجود است که یک جهت میشه که پارت متعارب باشه علیه دولت مرکزی جنگه مجبور مکلف هستند که عرف بر ملی جنگ بعد مراعات کنند اما در افغانستان برمیگرد به یکی بحث حقوق بشر استعالات عادی اعمال میشه یکی بحث حقوق بشر دوستانه به این که در واقع امون موازین است که در آلات جنگی استرار در حالات استرار و جنگی بر طرفین جنگ اماکن در واقع مسکونی ایمال میشه در افغانستان این قواعد در کجا ایمال شده؟ خب ما مکلفت خدا دام میکنیم مطابق ماده 58 قانون اساسی که کمیسیون‌های های و نهاد ملی و حقوق بشر در جهان که بیشتر از 100 کمیسیون هستند به می قایده کار میکنه که اصول پاریس برشان وضع کردن و در مجموع نهادهای ملی یک اصول نامه دارن و چی هستند؟ ما بر وزی... مطابق ماده 58 قانون اساسی که مستقیم آمده ای صلاحیت دایجا نظارت بر وضعیت حقوق بشر با سرفرازی میکنیم دوم چی رو مخت... نظار نظارت شما با پوزش نظارت شما بیان کننده چیست روز چند قربانی میته افغانا این نظارت ها چگونه حقوق بشری احقاق میشه بله و چگونه ظایم میشه از نزا... از این نظارت خو یاما را دارین شما آقای بیدار که چه تعداد افغان بنابر دلایل در افغانستان حقوقش نقض میشه و قربانی میتین حتما این رو دارین آه. طبعا. آه. طبعا فرزن روزانه ما... چقدر قربانی شما میتین ما روزانه حساب نمیکنیم بلکه شش ماه اول سال اگر در نظر بگیریم اما تابیست که از شش ماه میشه که روز بیرون کرد اه در یک روز شش هزار نفر میانگین میانگین یک روز چیست شش هزار نفر در ماه ماهای آخری که سالی که گذشته تلفات ما داریم تلفات و که زخمی و تلف شده را اگر ایسا کشته شدگان را بکنیم و بیشترین این تلفات فعلا منصوب به مخالفین دولت هستند این کار پاسخ با شما چیست بر مخالفین دولت ما همیشه در هر اعلام که صادر میکنیم اگر یک فردی دفلکی که دیروز در زخمی شده هم اعلامه موجود هستند خود در این در اعلامه, اعلامه پاسخ شما چی بود در, در پاسخ شما به عنوان واکنش و تحفظ این ارزش والا به مخالفین چی بود سه چیز بسیار عمده موجود هستند و در این اعلامه هم اول چی صورت گرفته و نگرانی ما از لحاظ که چی چیزا در این مسئله و در این قضیه نقد شده کدام موارد و مسئولیت پذیری مسئولیت به کی راجع استن <موارد> و ده هر مسئله مشخصی اگر دیروز بوده اگر امروز بوده فردن هر سوایی که بوده زمانی که مخالفین دولت هم میکنن مسئولیت دولت است که ما بعد مسئولیت به یا هم راجع بگذاریم <موارد> اگر مسئله پکتیکا هستند یعنی حکومت و دولت در مجموع مطابق ماده ششم و هفتم قانون اساسی ما که بر خود بهوده گرفته که حراست از حقوق بشری مکلفیت دولتی است دولت و ما حفاظت میکنیم و ما بالاخره تامین میکنیم و دیات میکنیم کنوانسیونای بین المللی که افغانستان امضا کرد اسناد بین المللی که افغانستان امضا کرده در او صورت هم این مسئله راجع میشه که تحفظ افراد ملکی که در جنگ فریق نیستن این مکلفت دولتی هستن یعنی شما میدانین که در واقع موزیگیری با مخالفین نظام را مربوط به دولت میدانین اما ده. پاسخ روشن شما بر ناقضین حقوق بشر خوصا در این قربانی های اخیر چیست؟ اول این خلاف ما خلاف تعلیمات اسلامی میدانیم و خاطر است که در صدر اسلام غذاوات اسلامی است بوده افراد ملکی هدف نشدن در جنگ و فیلن ما میخواییم که با این قایده رجوع بکنن لطفاً افرادی که اماکن و محالاتی که کاملا ملکی هستند و در قوانین جنگ از اوجه خطری به شما متوجه نیستن نباید که هدف باشه در این لحظه که یعنی خواهش بس... شما از مخالفین است اما لحظات قبل شما گفتید که ما خواهش نمی کنیم از مخالفین و امید نمی از مخالفین حالا ما این خواهش می که اینا را مورد حمله قرار متن. قوانین جنگ مطابق قانون باید قانون نقض نکنن ما میگیم شما نقض میکنین آیا, این ای بسنده است که کمیسیون حقوق بشر هرچند یک نهاد بین المللی است یک نهاد مستقل است تکالیف خود را مبتانی بر اعلامی حقوق بشر و مصاحبات بین شکل میده اما چه باید کرد که حداقل زبان حقوق بشر مکلفیت دولت را بیشتر بکنه و آگاهی را به طرف های درگیر برسانه که لما... حداقل قربانی نگیرن از ما با خیلی طرفدار مستقل بودن که شما میگن نیستم اینا رو بارها رئیس جمهور انتصاب کرده و رئیس جمهور انتصاب میکنه معاونین سهمیه داشتن لازم نخواهد بود که من نام بگیرم در کمیسیون از اینا که کدام خانم سهمیه کدام معاون است اگر لازم شد باز من نام میگیرم خب، نام ببرین م... من, مش... م... يعني... من میفهم که آقای از پرست از کجا آمده از کجا آمده می نار می خب وقتی که کومیسون... یعنی شما فکر میکنید کمیسیون مستقل مستقل نیست من بیشتر عرض به شما نشنویدین من گفتم که آه آه لست یا ارزش های ادالت انتقالی قربانی ازی شد که کمیسون بمانه اینا الان نم کنن و آقای کرزه هم با اونا قرز نم گیره یعنی معامله کردن شونی دیگه با آه. رئیس جمهور پیشین معامله سیاسی بلی کردن بله 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 این واضح است خب از, بز... از اینا مطرح می کنیم این نکتره چه معامله سیاسی شما با رئیس جمهور افغانستان کردید که اعلان نکنید که اعلان نکنید لست ناقضی نوق بشر ما آخرش هم میگم لست اعلان کردن مکلفت کمیسیون ها هیچ جهان نیست. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مکلفت محدودی که در ارتباط قضایای ماضی در گذشته خب داشت، او را به وجه اصلا ادا خب کرده. لست اعلام ات ات کردن از کیست؟ حالا شما گفتین که به این تعداد افراد حقوق بشر را به سراحت نقص کرده. بله. پس این اعلام کی بکنه؟ تحقیقات شما را کی اعلام بکنه؟ در تمام طولت. جهان کی کرده؟ خب. در تمام جهان دولت کرده این کار در تمام جهان از بوسنی و همون آقای سعیدی میگن که کمیسیون شما خب. هم بق قسم دولتی است اگر میگن که اعضایش نام شده برابر در دولت ما دولتی هستیم از لحاظ قانون نه نه او درست نه از لحاظ از, 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 از راز گزینشی میگن تا سهمیه است اعضای برجسته کمیسیون مستقل حقوق بشر سهمیه برخی از افراد است زمانی که راجب کمیشونرا صحبت میکنیم و و زمانی که تعیین کمیشنرا، مطابق اصول پاریس صورت نگرفته کمیسیون در اون مورد موازیگیری خود داشته آه. که خلافه یعنی در واضح یعنی همین عرض کنم همین کمیشنرا آه. انتصاب از اینا خلاف ارزش و فیصله های پاریس است من امیدوارم تایید کنم این مسئله شما تایید میکنید پس انتظار چیست انتظار است که, که گزینش افراد برجسته کمیسیون بر اساس سلیقه ها باشه نه اون فیصله پاریس پس 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 خواهد معنا... بود یک تعیین به اصطلاح کمیشنرا در لحظه معین تاریخی بعد از 12 سال یا 10 سال یا دا... خب، 11 سال فعالیت کمیسیون نمیتونه که تمامی فعالیت های کمیسیون که شرف ما می کنه کمیشنرا مغز کمیسیون هستن مغز متفکر کمیسیون هستن در 11 ام سال فعالیت این کار صورت گرفته ولی گذشته کمیسیون مستقل حقوق بشر نهایی. خب، نهایت دا... عمل شما هم نقض است یا نه نقضمون قواعد پاریس نه نه نه, نه. 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 دولت در مجموع فهمت. در تعیین ایمال نفوذ کده بله دولت در مجموع نه نه ما چیز دیگه میگیم اصول پاریس و قانون کمیسیون مستقل حقوق بشر که نام تشکیل وظایف و صلاحیت های کمیسیون هستند واضح من هیچ قاعده در سطح جهان که قبول شده هستند کمیشنرهای کمیسیون های مستقل حقوق بشر دولت تعیین میکنه رئیس دولت فرمان میده ولی استقلال در چی تبارز میکنه در 5 سال کامل نمیتونه که از لوا با کناری چنین کمیشنرا رواب روا و انتظار بکشن که پنج سال دوره خود مکمل میکنن دوره تمدید تشتبه. نمیکنن و این کار در افغانستان هم صورت گرفت که دوره یک تا کمیشنرا تمدید نشد حالا رای حل چیست آقای سیدی چطور میشه میزان نقض حقوق بشری در افغانستان به حد اقلش برسانه بیان که تو بگم کمی از اینا طرفداری کنیم اول حقوق بشر در افغانستان اینا صلاحیت و قوت اجرایی ندارن تمام از اینا همی قدر است که یک علمیه بتن محکوم کنن و اما علمی متلمان است که با الفاظ شدید محکوم میکنیم دولت افغانستان هم هر حالت که میشه محکوم میکنه دولت یک چیز زیاد میکنه که باز میگه فرمان دادیم که مجرمین گرفتار کنین اینا او حق ندارن که بگن که گرفتار کنین خب علمی از اینا از هزارها تیر شده یعنی هزارها کرد. ولی اعلامی ها مشکلی است که درد مردم ما را کنه میکنه مرتقه عالمی که خدای نخواسته برای طفلش تجاوز شده حقوقش زیر پا شده زده شده کفته شده کشته شده قتل شده اینا که اعلامی بتنی یعنی چی کجاش دوام کنه اما کاری که اینا نکردن که اینا میتونستن درست است که اینا باز تکرار میکنم که غلط فهمی نشه من قانون میفهمم الفوای حقوقی میفهم که نگوین که سیدی نمیفهم هوایی گپ میزنه اینها درست است که قوت اجرایی ندارن و در امور باید مداخله خلاف قانون نکنند ولی اینها میتونستند که به بعضی مظلومینی من یک نهاد حقوقی اقل وکیلی دعوا کمک کنن بگیرن. و به بعضی مظلومینی که ظلم شده بود ولی اینا هیچ کس نکردن شما این کار چرا نکردین؟ میکنه. یک و تاکنون نشد همیشه کردیم و کسی که در اینجه مظلوم واقع شده نهادهای ک وکالت مدافع سیستم وکالاتی مدافع را در افغانستان تامین میکنه وکالت مدافع هم یکی از مکلفیت های دولتی هستند که در وزارت عدلیه یک شبکه وسیع از وکالت مدافع <تصفح> کسایی که بذات هستند باید دولت برش راه بکنن و نهادهای مستقل هم موجود هستند که بدون پول و رایگان چنین خدمات ارزه میکنه این کارا کردیم ولی مهم است که در کارهای حقوق بشری ما به به اصطلاح به یای آخر نرسیدیم در طی 12 سال ما ناکامی های هم داشتیم دولت, دولت فرزند امروز زمانی که تجلیل صورت گرفت دکتر سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از این و از این چیزهایی که به حکومت جدید و میراث مانده و پیشرفتی در صورت نگرفته باید صورت بگیره لست طویل موجود اول تلفات ملکی یک معاضله خیلی کلان درجه یک امروز نامیده شده در پیش پیشرفتی باید موجود باشه دوم خشونت علی زنان و اطفال و اشکال خشن که رخ میته و این قشر که ای دو قشر که جمع بکنیم از نصف نفوذ افغانستان بیشتر بشه در این مسئله باید پیشرفتی داشته باشه یعنی عاملان و مصیبانش باید دستگیر شوند بالاخره به با قانون مطابق با قانون باید جزای ببینن و یک جریان عدالتی باید در مورد پیاده شود اعمال شکنجه که 118 موردی که ما میگیم در سال گذشته قابل قبول نیست این مردود است در قوانین حقوق بشری افغانستان جزء امی کنوانسون است و لطفا رئیس کمیسیون ما این هم تقاضا کردن که امی ریزروی که برای خود دولت مانده که به کمیتی من شکنجه توسط سازمان ملل متحد که نمیتونند با افغانستان بین و موارد شکنجه را بررسی بکنن امی ریزروی به ور دارن. باید بیاین بالاخره ما راجع به ای هم میگیم که راجی به گفته شد امروز که نهادهای انتخاباتی قوانین انتخابات و خود نهادها هم باید اصلاح شود یک مشکل است که احقاق حقوق سیاسی و سهولت موجود نیست به اصطلاح که احقاق شود در حالتی که موجود هستند و سایر مطالبی که خیلی مهم هستند در افغانستان راجع به یک مکانیزم منطقوی هم صحبت شد که حمایت دولت ما می که در ارتباط حمایت شود که در جنوب آسیا چنین میکانیزم ایجاد شد نکته هایی که در نشست امروز روز جهانی حقوق بشری مطرح شد تلفات غیر ملکی غیر نظامی خشونت علیه زنان اطفال شکنجه سه مورد جدی بود که در سرخط صحبت های سخنانان مطرح بود اما با اعلامیه ها و با شعارها میشه که به این نکته ها دست یافت چگونه میشه میزان خشونت علیه غیر نظامیان خشونت علیه اطفال و زنان شکنجه و سایر نقض های حقوق بشری در افغانستان پایین آورد پس وقفه کوتاه این بحث را با آقای سیدی دنبال خواهیم کرد سلام مجدد بازم خوش آمدید به عنوان آخرین پرسش راه های حل به خاطر ای که حقوق بشر به مفهوم واقعیش افز شده از نظر شما کدام هاست؟ شما میدونید که قانون اساسی و سیقه ملی مردم افغانستان هم. در کشورهای حقوق بشر تحقق پیدا میکنه که قانون اساسی از اونا تطبیق کرده تای سالهایی که قانون اساسی افغانستان تصویب شده در زمان 13 سال حکومت گذشته به موجود اضافه تر از 93 ماده قانون اساسی نقش شده وقتی که قانون اساسی 93 ماده نقش شده شما از حقوق بشر و این یک نهاد که صلاحیت اجرایی نداره و یک چند نفرش انتصابی هستند و یک چند نفرش کشوری ناروی یا هالندی یا یک پولند معاش میتن با 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 کمک میکنه از نگاه اقتصادی البته نگفتم که از نگاه دولتی اینا چی کرده میتونن شما ببینید همین لحظه در افغانستان اطفال زیر سن مجبور میکنن به ازدواج شما ببینید که بددادن در افغانستان یعنی بددادن یک, 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 یک عرف است هیچ کمر ازی نشکست شما میفهمید که خانم هایی که شوهرشان فوت میشه به زور او را به میراس میتن ملک قریه هم یک و دو گوه به خود میگیره از اینا میته و همچنین معنی تحصیل دخترها از اکثر ولایت افغانستان که به ما ننگ است دخترا تحصیل کنه اینها موادی که در همو سی ای که به خاطر حقوق بشر تصویب شده دو آمده اینا همه نقد میشه خب اگر شما توقع داشته باشین که اینا ناقضین حقوق بشر افشا کنن والله اگه به عمر افشا کنن انا روبری والله بالله اگه به با عمر افشا کرده که کی, کی نقض حقوق بشر کرده اگر شما این توقع رو داشته باشین که حکومت افغانستان اون چیزی را که در رسانه بشتر. اعلان میکنه عملی کنه من میگم ام... کسانی که علی شکنجه هستن همی دولت افغانستان اونها ویزه که افغانستان بیاد بسیار تشکر ممنون هستیم از حضور شما در این بحث امیدوار هستیم که به صورت قطعی این ارزش والا و این حقوق بنیادین انسانی در جوامع انسانی حفظ باشه بعد از میان برنامه گفتگوی خواهیم داشت با ملک ستیز آقای مسائل بین ملی همراهی ما کنید سلام مجدد بازم خوش آمدید مهمان این نیمه ما ملک ستیز آقای مسائل بین ملیس بسیار خوش آمدید بشه بشه آقای ستیز وضعیت حقوق بشری در افغانستان چگونه شما یافته این و تلاش هایی که در راستای حفظ این ارزش بلند بشری صورت میگیره چقدر تاثیر, تأثیر گذار است؟ سلام بر شما بینندگان محترم مبحث حقوق بشر در افغانستان نیاز به یک پژوهش بسیار عمیق داره به خاطر اینکه بتوانیم از او یک برایند دقیق ارائه بدهیم شما میدارین که جامعه بین حضورش در افغانستان یک حضور استراتژیک هست حضور استراتژیک هر قدر که حضور جامعه بین المللی بر بنیاد استراتژی های بین المللی ها سنگینی وزنی استراتژی در ساختار حمایت ها گسترده باشه و مدست ارزش ها هم در محور این استراتژی ها تعریف میشن مم. یعنی ما میخوایم بگویم که حقوق بشر بیشترینه به عنوان یک مبحث سیاسی در افغانستان مطرح شد تا حقوقی تا حقوقی تا مبحث ارزشی حالا چگونه میشه که رویکرد سیاسی که در افغانستان حقوق بشر از خود به نمایش گذاشته این روی کرده واقعا بر بگردانیم به طرف حقوقی شدن حقوق بشر بله ببینید حقوق بشر یک فرایند بسیار بزرگ است که در برگیرنده ی مباحث مانند حقوق شهروندی است، حقوق سیاسی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی است یک کانون تازه حقوق بشر حقوق جمعی است یا آسیب پذیران گروهی جمعی که از حقوق خود رنج می برند مانند آسیب دیدگان تیپ زنان در جامعه افغانستان و بیجا شدگان و گروه دیگری که می بر حقوق بشر بر محور معالفه چارمی از او که عبارت از حق امران است، حق پیشرفت است، حق ایجاد زمینه ها برای توسعه اقتصاد ملی است. اگر ما با این فرایند چنین نگاهی بکنیم حقوق بشر در واقع یک با یک درخت شباهت داره که شاخ برگزی در تمام زمینه های امور اجتماعی گستردگی داره بنان ما نمیشه به شکل در واقع مطلق بگوییم که حقوق بشر پیشرفت کرده یا حقوق بشر آماج تخطیه های بسیار گسترده قرار گرفته میتونیم که یک قضاوت بکنیم پیرامون از در زمینه حقوق مدنی و سیاسی افغانستان دستاوردهای داشته وقتی میگم حقوق مدنی مجموعه از آزادی های شهروندی شهر آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی تشکیل اجتماعات در این زمینه ها پیشرفت های قابل ملاحظه اول حقوق بشری هم دقیقاً، دقیقاً. در زمینه حقوق سیاسی هم پیشرفت وجود داره احزاب سیاسی شکل گرفته مشارکت مستقیم و غیر مستقیم مردم در روند زندگی یا تعاملات سیاسی افغانستان به گونه فعال شده بنابراین این در زمینه حقوق مدنی و سیاسی دستاوردهای در افغانستان وجود داره بلد. که البته این دستاوردها ناشی از حمایت جامعه بین المللی و امو اجندایی که ما پیشتر از نام بردم یا استراتژی بزرگ نشأت کرده قانون دوم حقوق بشر که حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی است در این زمینه بیشترین مبحثی که حقوق بشر مطرح میکنه حق در واقع تمویل است حق دسترسی هاست حق گسترش فرهنگ است حق کار است حق تمویل خانواده است حق دسترسی به صحت و دسترسی بر آموزش و پرورش است در این زمینه ها با باور ما مشکلات بسیار گسترده در افغانستان وجود دارد با ویژه در زمینه حقوق اقتصادی بل. از همین که وقتی سوال میکنند که چرا طالبان یا تروریستان زمین را زمین بیشتر در افغانستان به دست میاره زمینه بیشتر به دست میاره جوانان را جذب میکنه ناشی از نبود می یک توازن بین حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی شمایی و فرهنگی است جوانانی که به با کار باید به با اشتغال باید معرفی شوند و زمینه برای تولید اقتصاد اجتماعی و توسعه او فراهم بسازند اینها قربانی در واقع تعاملات تروسی میشن بله امروز یک بحفل باشکوه برگزار شده بود مثل سالهای دیگر که در واقع عمدترین نکته هایی که در اینجا مطرح شد بحث تلفات غیر ملکی است به اینکه موردوار بحث بکنیم یکی از نگرانی ها و دغدغه هایی که در حوزه حقوق بشری مطرح است تلفات گسترده غیر نظامی است در این مورد چه باید شود ببینید در افغانستان سوی تعبیرها و سوی تفسیرها از حقوق بشر صورت می گیره ما پس تلفات حقوق شهروندان غیر نظامی یا ملکی افغانستان ما پس حقوق بشری نیست این ما پس حقوق بشرخواهانه بین المللی است یعنی به این معنا که زمانی که دولت ها با حمایت جامعه بین المللی برنامه های نظامی را در یک جغرافیای راهاندازی راه که در این برنامه ها افراد بیگناه تلف میشن، اسیر گرفته میشن مورد تاجم غیر انسانی قرار می گیرن اینها در کانون حقوق بشرخانه بین المللی یا کانونسون های چارگانه مورد بررسی قرار میگیرند. گیرن من صحبت های را که امروز شنیدم اینها با تاسف نقد ما بر, بر, حقوق بشر یا دست حقوق بشر در این است که اینها نمیدانند که حقوق بشر چیست حقوق, حقوق بشر, چیست شیست. و سایر عرصه های حقوقی چیست اینا با هم چی تفاوت دارند شما نمی توانید که یک حادثه عادی که در جاده اتفاق می‌افته، یک حادثه جنگی نه خیر یک حادثه بسیار عادی که مبحث حقوق جنایی یا حقوق اداری یا سایر عرصه های حقوقی باشه او ارتباط بتین به حقوق بشر حقوق بشر یک پیوند ارگانیک میان شهروند دولت است که در برگیرنده یمی قانون ها که ما پیشتر از نام نسل های مدنی سیاسی بر نکته دیگر که در این محفل مطرح شد بحث خوشون... بلند بودن خوشنط علی زنان اطفال که دقیق ارتباط میگیره به مبحث حقوق, بشر... حقوق بشری چرا اخیرا این میزان بلند رفت از دید شما و با چه باید کرد که حداقل یک سایکولوژی اجتماعی تغییر داد نسبت به این دو مورد حقوق بشر قبل از همه دولت هست یعنی دولت مستحکم با اعتبار مشروع و قابل حمایت مردم اگر چنین دولت شکل نگیره حقوق بشر به یک پدیده شکنن تبدیل میشه و هر روز مورد تخطی قرار میگیره دولت تأمین کننده است وقتی شما دولت ضعیف دارین وقتی شما نمیتوانین یک کابینه تشکیل بتین وقتی شما نمیتوانین که تضادهای داخلی سیاسی درون رهبری حکومت را رفع بکنین به صورت طبیعی این دولت دولت تأمین کننده حقوق بشری برای شهروندانش نیست به این شکل زمانی که در دولت جنگ سالاران تفنگ دستان مافیای به اسلام منطقی داخلی و بین المللی حرف نخستین و حرف آخرین را میزنند معنایشی است که حقوق بشر در واقع آماج تختی های گسترده قرار می گیره این خاطی ها تا کنون هم در بسترهای مختلف و در مواقف بلند حکومتی وجود داره حقوق بشر افغانستان بحث عدالت انتقالی را مطرح کرد این مبحث به کجا انجامید؟ چرا ناتوانی ها در معرفی این حلقات برنده حداقل از طرف دولت و کمیسیون وجود داره؟ ببینید این بحث عدالت انتقالی هم به سرعت قربانی اجندای سیاسی شد همه به فکر شدن که عدالت انتقالی آمد و دارهای را آویزان خواهد کرد و تخطیگران را یا تختیگران را و چنگال به اصلا وحشیانه ترین برخوردهای زده انسانی تبدیل میکنند چنین نیست عدالت انتقالی تضمین و برسمیت شناسی جرانات بشری است یعنی عدالت انتقالی میخواید که پیام را بکنه که جنایت بشری در یک جغرافیای معین به رسمیت شناخته میشه و این جنایت پیامدهایی را اعراع کرده و این گونه پیامدها نباید دوباره سوی دولت و یا مجرویان قانون تکرار شود این است پیام عدالت انتقالی اما به زودی عدالت انتقالی بدون آنکه یک معنای درست از خود اعراع بکنه خفه شد بدون از اینکه یک پیامی را بر جامعه افغانستان اعراع کنه به زودی توسط سیاسیون افغانستان محصور و در, در, یک انحصار قرار گرفت و زود سیاسی شد و ارزش های خود را از دست داد خب حالا حق هر انسان آسیبیده و متضرر است که در واقع جبران ضرر شوه جبران خساره شوه اون آسیب های روانی و مادی را که متحمل شده باید او بازگردانده شود رای حل چیست؟ بدون تحقق برنامه به نام عدالت انتقالی چه برنامه دیگر میتونه که جاگزین باشه و اگر عدالت انتقالی با یک پشتیوانی حقوقی جاگزین شود دیدگاه شما چیست عدالت انتقالی در دولت شکنن دولت در حال گذار دولتی که هر روز پالیسی هایش شهروندان خود را به قربانی میگیره یعنی به باور ما زبونترین دولت دولتی است که بر بنیاد اشتباهات رهبرانش شهروندانش در جاده ها به شهادت برسند از چنین دولتی نمیشه توقع کرد که عدالت انتخالی را تأمین بکنه اما چه باید کرد؟ در گام نخست تمام شهروندان افغانستان از آنی که منتقدین حقوق بشر هستند و طرفداران حقوق بشر هستند آنانی که جامعه مدنی هستند آنانی که احزاب سیاسی هستند حتی آنانی که مخالفین دولت هستند باید به با یک فکر باشند که دولت را باید ساخت اگر دولت ساخته نشه همه این ارزش ها معنای خود را از دست خواهد داد احزاب سیاسی جامعه مدنی حقوق بشر قانون های اجتماعی و سیاسی اینها همه ناپدید خواهند شد برای برون رفت از این, وضعیت حل. و تأمین حقوق بشر در افغانستان باید پایه های دولت را تأمین کرد دولت به معنای اشرفغنی یا آمد کرزه یا این آن نیست دولت یک ارزش است دولت یک روند یا جریان بسیار ارزشمند است که هر شهروند را تمثیل می کنه اگر دولت را ساخت ترد. زمینه برای حقوق بشر تامین است بدون تردید امین دولت هم در واقع فشرده آرای شهروندان است بحث شهروند دولت ملت تا دولت رعایت فرق میکنه حالا که شهروندان با تمثیل ارادی خود دولت را شکل داده رای م... یا راهکار دموکرات دموکراتیک و راهکار میاری برای مشروعیت دهی به این ارزش امین هست پس دیگر راهی نیست حالا دولت چگونه باید مکلفیت اساسی خود را در قبال حقوق بشری درک بکنه تا ما این ارزش ها زیر پا نشه دولت اول باید خود را از بحران سیاسی نجات بده بحران سیاسی مثل موریانه ای است که دولت را و پایه های حقوق شهروندی را در افغانستان میمکه و او از بین میبره در گام نخست باید بحران سیاسی حل شوه هر هرچی زودتر زمینه های برنامه های اجتماعی برای هماهنگ شدن نقش شهروند برای حقوق اقتصادیش باید تقویت پیدا بکنه ما نباید حقوق بشر را به معنای حقوق سیاسی و مدنی در افغانستان تعریف بکنیم یعنی اینکه حقوق بشر یعنی آزادی بیان و تنها انتقاد انتقاد و انتقاد چنین روی کرده با حقوق بشر نادرست است حقوق بشر باید پیش زمینه ها یا انفرسترکچر حقوق بشر باید در افغانستان قدرت پیدا کنه و او انفرسترکچر عبارت از حق اقتصادی شهروندان است اگر شما حق اشتغال برای شهروندان زمینیش فراهم بسازین که این مسئولیت دولت ها بر بنیاد حقوق بین المللی و حقوق بین المللی بشرخواهانه است که دولت ها برای زمین سازی اشتغال دسترسی به بهداشت و صحت دسترسی به آموزش پرورش و دسترسی به حق امران و توسعه زمینه فراهم کرد در صورت ما امیدوار هستیم که دولت چنین فضای مساعد می سازه. اما قبل از همه باید بحران سیاسی حل شود دوم بحران منطقی که افغانستان به او سخت مواجه است زمینه سازی شود و سوم حق امران یا حق توسعه که با تاسف مداخلات بین المللی به ویژه مداخلات پاکستان حق توسعه و امران از افغان ها گرفته ای باید زمینش فراهم شود بسیار تشکر از اینکه دیدگاهتان را در مورد ارزش والای حقوق بشری با ما شریک ساختیم شما هم تشکر در پایان از شما نیز ممنون هستم که تا این دم این بحث را نگاه کردیم تا دیدار دیگر خدا نگهدار